با درود بر شما هموطنان گرامی، مشیری هستم در خدمت شما. برنامه سرزمین جاوید رو اجرا میکنم. امروز روز چهارشنبه است، 15 از ماه آوریل سال 2009 میلادی. در روزهای چهارشنبه به مدت یک ساعت و نیم از ساعت 11:30 به وقت محلی 12:30 ببخشید بخشید 11:30 از به وقت محلی لس آنجلس تا یک بعد از ظهر خدمت شما هستم و در باب شاهنامه فردوسی صحبت میکنیم. امروز هم دنباله داستان رفتن کاووس به مازندران، بله، شب تیره و گرزهای گران میخوانیم. اجازه فرمایید که یک غزلی از حافظ برای شما بخوانم. مطلب هم بسیار هست، در خدمتتون خواهم بود. ای شاهد قدسی که کشد بند نقابت، وی مرغ بهشتی که دهد دانه و آبت. خواهم بشد از دیده در این فکر جگرسوز، کاغوش که شد منزل آسایش و خوابت. درویش نمی پرسی و ترسم که نباشد اندیشه آمرزش و پروای ثوابت. راه دل عشاق زد آن چشم خماری، پیداست از این شیوه که مست است شرابت. تیری که زدی بر دلم از غمزه خطا رفت، تا باز چندیشه کند رای ثوابت. هر ناله و فریاد که کردم نشنیدی، پیداست نگارا که بلند است جنابت. دور است سر آب از این بادیه هش دار، تا غول بیابان نفریبد به سرابت. تا در ره پیری به چه آیین روی ای دل، باری به غلط صرف شد ایام شبابت. ای قصر دل افروز که منزلگه انسی، یارب مکناد آفت ایام خرابت. حافظ نه غلامیست که از خواجه گریزد، صلحی کن و بازا که خرابم ز عتابت. حافظ شیرازی. به اطلاع شما میرسانم که نهمین سخنرانی از کنم که در اورنج کانتی در باب دموکراسی در ایران خواهد بود، روز شنبه 9 ماه می 2009 از ساعت 4 بعد از ظهر. موضوع آینده دموکراسی در ایران. آدرس 2575 مکی وی، ایروان، کالیفرنیا. تلفن 949-551-9272. در همین محل اولین پنجشنبه هر ماه دوست گرامی و فاضل آقای محمد امینی صحبت میکنن ساعت 7 بعد از ظهر. برای اطلاع بیشتر با آقای آل احمد تماس بگیرید، همه اطلاعات خدمت ایشان هست. بله، این عرض کنم که مطلبی که اعلام کردیم شماره ها بالا می رود و امروز هم باز اشاره می کنم خدمتتون که امضا بفرمایید سایت بهرام مشیری.com. این پتیشن رو تو امضا بکنید. یکی از این قطعاتی که از این برنامه در یوتیوب گذاشتن 840,000 نفر، بله ملاحظه فرمایید، 5250 نفر تا کنون امضا کردن. من بسیار خوشحال هستم. هموطنان عرض کنم که همیاری میکنن و مشارکت میکنن در این امر. و عرض میکردم 840,000 نفر یا بیشتر دیدن این چند دقیقه رو. خیلی جالب هست، قریب به 1,000,000 میرسد. یکی از این بحثایی که بنده کردم در باب همین دوستان مدینه و اینها، پیداست که چه میزان تشنگی هست و چه خشمی هست بین مردم و اینها در ارتباط با این دوستان که 800 و قریب 50,000 نفر رفتن به این تماشا کرد و این توفیق بزرگی است برای این بنده که خدمت شما هستم. دیشب یک بحثی کردم در باب پیر گیج نادان دین مذهب، که این البته در تقابل است با جوان برومند علم، به جهتی که تا علم نیامده بود یک کتاز میدون بود این پیر دروغگو. هیچ کاری هم برای انسان نکرده، یه قرص آسپرین به اندازه یه قرص آسپرین به درد انسان نخورده. این داستان
این پیر مرد که البته این پیر زن و مردش که خب بماند، این 5000 سالشه تقریبا، این پیر دروغوی دین 5000 سالش با دروغ های شاختار، با ترسانیدن، ایجاد وحشت، اینها بر ازهان حاکم بود، تا اینکه رفته رفته طفلی نو متولد شد که اکنون جوان برومندی است، حدوداً 100 سالش هست، البته سابقش بیشتره، برمیگرده به قرن 17، اما اون ریشه هاش هست، تا اونجایی که وارد زندگی ما شده است قریباً 100 سالشه. یعنی صبح به محضی که ما عرض کنم چشم از خواب باز میکنیم، فکر میکنیم اتاق تاریک است، این جوان برومند میگوید که برات روشن میکنم چراغ رو، چراغ برق رو، بدون دود، بدون بو. بعد میستیم آب رو برای ما گرم کرده، همون جوان برومند علم، سرمون درد میگیره، برای ما قرص آسپرین بیار، احتیاج به جراحی داریم، ما رو میبره بیمارستان، در اونجا 1001 وسیله برای ما آماده کرده برای سلامت ما، سوار اتومبیل میشویم، ما رو میبره سر کار، مادری دلش برای بچهش تنگ شده دم گوشش میگه مادر عزیزم من تو رو 5 ساعتی میبرم به لندن. این جوان برومند علم هست، برومند علم هست در حیات ما، نگاه کنی ببینی اون یکی چه کرده، میگه بعد برو جنگ‌کرام، حالا دولا و راز شو ببینیم چی میشه، اگه حرفای فلان قبول نکنی جات در جهنمه. یعنی که این هیچ کار مفیدی در واقع برای بشر نکرده، این پیر خرف هرچند گفته دروغ بوده، در حالی که اون جوان برومند یک دروغ هم تا حالا نگفته، علم یک دروغ نگفته، اون یک راست نگفته. مقایسه بفرمایید ببینید، همش صحبت از موهومات هست و دروغ های شاخدار. گیجی جامعه، گمراهی، اون صراط مستقیمی که میگوید گمراهی مطلق بوده، چه کرده آقا برای بشریت، بیاریم بزن روی میز ببینم این چه کرده، این پیر خره. کشفیاتش چه بوده، خدماتش چه بوده، جز ایجاد فساد و نفاق و کینه و اینها چه عملی انجام داده. و بحث ما از اینجا کشید به یک بحث منطقی. فراموش نکنیم مباحثی که در حوزه ایمان مطرح هستند بسیار فرق میکند با قضایی که در حوزه علم مطرح هستند. اگر ما به دید علمی به این قضایی نگاه بکنیم، قضایی خیلی فرق میکند. این است که این مطالبی که بنده اینجا بیان میکنم، این است که شما بدانید زوایای دید دیگری هم هست، بعض اینا الزاماً ممکن است عقیده من نباشد، که شما بدانید که عرض کنم که کسانی هستند که چنین اندیشیدن به جهت اینکه در این مملکت ما که استبداد دین بوده در واقع، حالا استبداد سیاسیش به جای خود، هیچ کس جرأت نقد نداشته به این پیر دروغگو، هیچ کس هیچ نقدی وارد نکرد. یک محمد ابن زکریا رازی بود، این فرزانه بزرگ آمد چیزی گفت، او رو لعن کردن و عرض کنند تکفیر کردن، بعد از مرگ کتابهاش هم آتش زدن، هر کس چیزی گفت که عرض کنم که به این دروغگوی عرض کنم کذاب برمیخورد، او رو یا کشتن سنگسار کردن، اینها هیچ کسی چی نگو، اینا رو هم تلمبار شده. بابا از این بازنگری بکنیم ببینیم چی میگفته این پیره من. و بعض ما کشید به داستان خدا. توجه داشته باشیم به این مطلب که وقتی شما حرکت بکنید از این سواحل عربستان به سوی ایران و بعد به هندوستان و جاهای دیگر، در میابیم که خدای هر قومی خصیصه ها و خصلت های اون قوم رو داره، چون غیر از این نمیتواند باشد. یعنی هر قومی، هر ملتی خدا رو مبتنی بر مناسبات اجتماعیش و وضعیت اقتصادیش و شرایط آب و خاکش و خون و سرشتش نگاه میکنه. خدا که نمید خودشو معرفی بکنه، اینها تعبیرهایی است که آدم ها میکنن از یک بدیره به نام خدا. یعنی اگر نگاه کنید به شیوه خداشناسی اشو زرتشت، کاملا ایرانی است و کاملا خردمندانه است، به جهت این آریایان مردمان خردمندی بودند، دوست می‌داشتن خردورزی را. این است که آمده است و فکر کرده است که این خدا نمیتواند خالق بدی ها باشد،
اگر بگوییم که خداوند خالق نیکی هاست، در شرح و تبیین موضوع عرض کنم که بدی ها دچار مشکل می شویم. بعد خدای اون سوی مرزها دجله و فرات کاملا خصلت های عربی دارد، چون برخواسته از یک جامعه است که زور حرف آخر رو میزده و کسی که زورمندترین بوده، رئیس قبیله بوده و مسلط بوده به افراد قبیله، اینها رو از این سو به اون سو میکشیده. این خدای اونها هم همین شکل رو داره، کاملا ویژگی ها اینها رو داره، خصلتش کاملا. و خدای یهودیان یهوه کاملا خصیصه هاش یهودیه، جستجوگر عرض کنم که منافع قوم یهود هست. شما توجه بفرمایید، این تورات رو بخوان ببینید. این است که به قول مولانا، هر کسی از زن خود شد یار من. و فایده این خداپرستی آن است که انسانی که معتقد شد به یک پدیده متعالی، سعی می کند ذهن خود رو به طرف تعالی سوق بدهد. یعنی خدا پدیده است که از اون بالاتر میسر نیست، در اذهان عرض میکنم. بنابراین ویژگی های نیک خدا، مثلی که میگوییم او علیم است و قدیر است و بصیر است و این چیزها، که همین صفات انسانی است. هنوز ما نمیدونیم خدا چه صفاتی دارد، این صفات همه انسانی است. اما وقتی ذهن رو متمرکز میکند یک شخص موحد، این در بهبود خلقیات او ممکن است تأثیر داشته باشد و این تنها فایدهش است. و این که عرض کنم که تکیگاه روحی هم ممکن است باشد و اینها. و وقتی که این رو با چوب منطق ما بسنجیم و علمی، به جایی نمیرسیم واقعا. ما نمیدانیم داستان چه چیزیست. مثل که بنده بگن آقا از یک جایی در پشت کوه قاف نمیدونم صحبت کن یا گزارش بده. کاری که من میکنم، فرض کنیم بگوین یک باقیست در پشت هیمالیا، وقتی میگوید باغ، اون چه در ذهن من متصور هست به نام باغ، مجموعاً چیزهاییست که من در باغ دیدم یا باغ میشناسم، که درخت بادام هست و زردالو هست و نمیدونم انار هست و نمیدونم گل هست و سنبل هست و اینا، که میگم باغ ما این شکلی، این باغ باید این شکلی باشه. اون چیزهایی که من ندیدم که نمیتوانم توصیف کنم. ممکن است خیلی گیاهان و گلهایی باشد که در توصیف باغ همسایه بیاید که در قلم من نیاید. بنابراین همه برداشت ها مربوط به جوامع هست و آدم ها هست. خدا که نباید خودش رو معرفی بکنیم. و از ابتدایی که فلسفه پیدا شده است، اینها یک تلاش های خیلی خنکی شده برای اثبات وجود خالق، که خیلی اینها بیمزه هستن، همه شون هم مغلطه هستن. یکی از مشهورترین اینها عرض بکنم دلیل آنتولوژی آقای انسلم هست، که از عرض کنم متکلمین بزرگ مسیحی است، به نام برهان وجودی، که هنوز هم مطرح هست و در بابش صحبت میکنند و اینها، که میگوید که به یک شخص ملحد میگوید آقا تصور بفرمایید که خداوند بزرگترین چیز هست، قبول میکنی که خداوند بزرگترین پدیده هست؟ میگوید بله. میگوید که حالا فرض کنید که این خداوند فقط در ذهن شماست و در بیرون نیست. میگوید بله. میگوید اگر چنین است، پس شما میتوانید خدای بزرگتری در بیرون تصور بکنید و این برمیگردد، عرض میکنم تولید تضاد میکند. بنابراین خدا هم در ذهن شما وجود دارد، هم در خارج از ذهن شما. اینو بهش میگن که برهان وجودی، که البته این مغلطه است به جهت این که مقدمه اول مصادره به مطلوب هست. همین که میگوید که خداوند بزرگترین چیز در وجود دارد، این مغلطه است. اینو برای آدمای ساده و سفیه گفتن. اینها سالها هم قرن هم در بابش بحث کردن و حتی همین ابن سینای خودمان هم چنین استدلالی دارد، منتها هم به قول معروف آنتولوژی هست هم کازمولوژی. ابتدا در باب ماهیت صحبت کرده مفصل و بعد در باب وجود و بعد از علت و معلول استفاده کرده است این حکیم، که هر پدیده‌ای عرض کنم معلول علتی است و اینها به صورت زنجیر به هم پیوسته هستند و وجود هر کدام عرض کنم بستگی دارد به اون علت، تا میرساند به جایی که میرسیم به یک نقطه ای که اون وجود خودش علت خودش هست و واجب الوجود هست و قائم به ذات هست و اون عرض کنم پروردگار هست، که البته ابن سینا هم از ارسطو گرفته
منتها توضیح بیشتری داده و این ذات واجب الوجود هست و هر صورت در اونجا نشسته و این و باز این هم باز مغالطه است و از اینجور داستان ها. خلاصه مطلب در کتاب نیا کنیم پر هست، این مطلبی نیست که بشود به اثبات رساند. خدیشه برز کردم خدمت شما اون چه در حیطه تجربه ممکن الحصول ما واقع نشود امر مهمل بایستی به حساب بیاد. حالا این آیا این در این است که بنده میگویم خداشناسی چیز بدی است؟ بنده هرگز چنین چیزی نمیگویم. خود بنده اگه بخوام فرض کنید بروم به بیابان برم پیکنیک، ترجیح میدم با یک آدم مؤمنی باشد، یعنی نه مؤمن خر، ببخشید عذرم خر مقدس، یا بخوام با کسی معامله بکنم ترجیح میدم آدم مؤمنی باشد. این است که و اینم میخوام خدمتتون بگم که خوبی و بدی ادیان بستگی دارد به خوبی و بدی اشخاص، یعنی ذهنها این دین رو میگیرن مثل کاسه، یکی نمیدونم کوچیک کاسه است، یکی کج، یکی شکسته است، نمیدونم یکی ظرف بزرگتری داره، اینها وارد ظرف ها میشه. این است که بستگی به آدم ها دارد. اما همه این بحث ها به واسطه گرفتاری های خود ماست امروز که از کنم حکومت دینی داریم و استبداد دینی. اگر اینها نمی بود این مباحث هم البته پیش نمی آمد. غرض و منظور این است که حکومت دینی نباشد، یعنی جامعه زمانی رها شد که حکومت دینی نبود. دین دخالت در امور ما نکرد، یعنی دین دخالت در امور انسان نکرد و به گمان من بدترین نوع حکومت همان حکومت استبدادی دینی است. به محض اینکه یک گروهی مربوط به یک آیین دین خاص هستند به حکومت میرسن، موضوع خودی و غیر خودی خیلی بدتر از فرض بفرمایید ایدئولوژی های دیگر به وجود میاد. کما اینکه امروز عرض کنم این همه تبعیض که در جامعه ما هست واقعا تحمل ناپذیره، خیلی خیلی غیر انسانی است، اونم برای مردم مهربان و نیکی مثل مردم ایران زمین. این است که همه قضایا و مباحثی که ما اینجا خدمت شما می آوریم از برای آن است که عرض کنم که رویاروی هستیم با یک استبداد دینی که جنایات بسیاری رو مرتکب شده است. این حکومت دیگر مشروعیت خودش رو از دست داده با این همه جنایت، امروز با چماق ایستاده در مقابل مردم، به ضرب چماق ایستاده. اگر یک رفراندومی امروز در ایران برقرار بشود فکر کنم حداقل 75% مردم ایران بگویند ما این رژیم جمهوری اسلامی را نمیخواهیم. خب اجازه بفرمایید که برویم و ببینیم که استاد طوسی چه فرمود در ارتباط با رفتن کاووس به مازندران. پیش از این خدمت شما عرض کردم که این شاهنامه یک اثر سیاسی است، بیتی من سراغ ندارم در شاهنامه که انگیزش سیاسی نباشد، اساسا یک کتاب سیاسی است. قطع نظر از این که ادبی است، قطع نظر از این که نمیدونم مربوط است به متون قدیم، قطع نظر از همه ابعاد که یک شاهکار ادبیات هست، قطعا یک اثر سیاسی است. و وقتی که تلاش های قهرآمیز مردم ما برای استقلال ایران با شکست مواجه شد، یک مردی پیدا شد از قریه باش از محال طوس و آمد و با هنری که او داشت، در واقع این عرض کنم افسانه های ملی میتوانست در دست دیگران باشد، اما اینها جاودان نشد چون که بود پیش از او و بعد از او. نبوغ این مرد و دخت و تصرف هنری که ایشان کرده است در این کار داستان ها، اینها جاودان شده است. در واقع این داستان ها در پرتو نبوغ و معرفت فردوسی است که تا یه اندازه جاندار هستند، یعنی او دارای همه شرایطی است که میبایست برای بنیاد کردن اثری مثل شاهنامه فردوسی. خب چند بیت بخوانیم و بعد یک موسیقی جالب میشنویم. خب اینجا خواندیم خدمت شما که یک اهریمنی به شکل رامشگر آمد و بسیار ساز زیبا زد به بربط چو بایست، برساخ رود برآورد مازندرانی سرود.
که مازندران شهر ما یاد باد همیشه برا بومش آباد باد. الاخر این عاشق شد، این کیکاووس نمایندگی میکند یک پادشاه بزرگ اما تند خو و اندکی سطحی که تصمیم های بد میگیره و این صفت دیوانه برای او تنها شاهی است که برای او صفت دیوانه بکاره. شاه دیوانه میگوید فردوسی بعضی اوقات، اما بسیار مهم هست این کابوس کی. باری خب به مرز میگو پهلوانایی که در خدمتش بودن همه روی زرد شدن، یعنی همه به حیرت افتادن و تعجب کردن که این چه سخنی است، این چه گونه سخنی است. نشستند و گفتند با یکدیگر که از بخت ما را چه آمد به سر، اگر شهریار این سخنها که گفت به می خوردن اندر نخواهد نهفت، ز ما و ز ایران برآرد هلاک، نماند از این بوم و بر آب و خاک. یکی می فرماید به می خوردن اندر نخواهد نهفت، یعنی که اگر صحبت این جدی باشد و بخواهد به مرحله عمل درآورد و از اون گونه سخنان مجلس شراب نباشد، کار ما زار هست، ما و ز ایران برآورد هلاک، نماند از این بوم و بر آب و خاک. این بنده شخصا با واژه ایران به مفهوم سیاسیش در شاهنامه بود که آشنا شده، بعد در متون دیگر روزنامه ها و نوشته های از روزگار مشروطه به این سو. اما ایرانی که فردوسی به کار ببرد یک حالت دیگری دارد. بله، زما و ز ایران برآورد هلاک، نماند از این بوم و بر آب و خاک، که جمشید با تاج و انگشتری به فرمان او دیو و مرغ و پری، ز مازندران یاد هرگز نکرد، نجست از دلیران دیوان نبرد. دلیران دیوان، چون مشهور بود که مازندران جای دیوان هست، که البته این دیوای بیچاره که گفتن اینها مردمانی بودن بسیار دانا، که در واقع این آریایی ها که آمدن بسیاری چیزها از این دیوان آموختن و تحقیقات زمینشناسی ها نمیدونم باستانشناسی هم نشان میدهد که عرض کنم که بسیاری از آثار کش شده است مربوط به همون دورانهای ما قبل آریایی در کردستان و در جنوب ایران و در خود این مازندران. اینها نشون میداد که سکنه این منطقه داره مدنیت بودن، بسیار چیزها بلد بودن. در شاهنامه هم توضیح میدهد که جمشید این کارها رو از دیوان آموخت. اینا رو گفتن دیوان به جهت اینکه عرض میشود که به هر صورت آریایی دشمن اینها بودن، در جنگ بودن و بالاخره اینها مزمحل شدن از بین رفتن. مازندران هم در عرض کردم در پس کوههای بلند و جنگل‌های انبوه یک جای دست نیافتنی بود. در واقع تا همین دوره اخیر هم مشکل بود رفتن به مازندران، کار آسانی نبود. خوندم داستانی کسروی، یک ماه و نیم دو ماه طول کشیده این مرد تا خودش برسوند به ساری. مشکل بود. این است که به خصوص در حوزه از قرآن حماسه که وارد بشویم که همه چیز بزرگ نمایی میشود، بسیار کار مشکل بوده که کسی جرأت دارد بره بر مازندران. خب که جمشید با تاج و میگوید اگر این کار شدنی بود جمشید این کار میکرد، که جمشید با تاج و انگشتری به فرمان او دیو و مرغ و پریز مازندران یاد هرگز نکرد، نجست از دلیران دیوان نبرد، فریدون پردانش و پرفسون مرین آرزو را نبود رهنمون، اگر شایدی بردن این ره به سر، به مردی و نام و به گنج و گوهر منوچه کردی بدین پیش دست، نکردی بدین همت خیش پس، بدین چاره باید کنون دست داخ، نهانی یکی چاره نو بساخ. این کار شدنی بود. منوچهر میکرد، جمشید میکرد، اونها پادشاهان هوشمند هوشیار عرض میکنم که پرفسون بودن. این کار چون شدنی نیست نکردن. بنابراین ما بس نهانی، یعنی در واقع یک جلسه پنهان از پادشاه برقرار بکنیم و عرض کنم که چاره کار رو بیاندیشیم. بله، یکی چاره باید نمودن بر این
که این بد بگردد ز ایران زمین. ملاحظه فرمود کار سیاسی و هوشمندانه همواره این بوده است که زیانی متوجه کشور خودی نشود، کشور را در مخاطره نیندازد، یعنی با تدبیر و سیاست باعثی که عرض کنند که از خطر جلوگیری کرد. شمشیر و زور آخرین آلترناتیو هست همواره. گفتن تدبیری بکنیم که این کشور ما به خطر نیفتد. بله چنین گفت پس توس با مهتران که ای رزم دیده دلاور سران، مرین بند را چاره اکنون یکیست، بسازیم و این کار دشوار نیست، هیونی تکاور بر زال سام، بباید فرستاد و دادن پیام، که گر سر به گل داری اکنون مشو، یکی تیز کن مغز و بنمای رو. توس ارز کنم که نوزر که شاهزاده هم بوده است از تبار نوذر، هر شبت که این آقای توس سمت سپهسالاری داشت در تشکیلات دربار به واسطه همین اشرافیت، و به توس زرین کفش هم مشهور هست. اینها رو میگوین پهلوانان شاهوارث یا نوذری، در مقابله ارز کنن که پهلوانان زابلی و خانواده گودرز یا گودرزیان، اینا سه گونه ما پهلوان داریم، سه تان هستن، سه تا سلسله پهلوانان در پیشگاه کاووس کی و کیخسرو هستن. زابلی ها که بزرگترین ها رستم است، عرض کنم سام و زال و فرامرز، اینها همه زابلی هستن. و عرض کنم که گودرزیان دبیر پسر داشت 78، بزد کوبس آمد از ایوان به دشت. بله چو بینی سنانهای گودرزیان، از این سود جستن برایت زیان. گودرزیان که عبارت باشد از بسیار بودن، گودرزیان بیژن و گیو و گودرز و عرض کنم فرشید ورد و رهام و بهرام، اینا همه پهلوانان گودرزی هستند. و این شاهبارس ها مثل گستهم و توس و اینها طبقه‌بندی هستن این پهلوانان. خب اجازه بدیم موسیقی بشنویم. الحمدلله ما نبردیم و بعد از این همه لباس هندی پاکستانی بر روی صحنه و زاری و ناله و زجه های قبر آقایی که واقعا آدم رو بیزار میکنه از زندگی، بعد از انقلاب موسیقی میدانی به چه شکلی شد. همه ریش گذاشتن و عرض کنم این لباس های هندی پاکستانی و آمدن نشستن روی سر، حالت گدایی و بدبختی که حال آدم به هم میخوره باور. و رنگ بدبختی و یأس زدن به این اشعار مولانا و حافظ و سعدی و همه رو خراب کردن از دم. و عرض کنم که اساسا دیدنی نیست، ما موسیقی گوش میکنیم حالمان خوب بشود، موسیقی گوش نمیکنیم حالمان خراب بشود. ما داشتیم میگشتیم یک جوان برومند ایرانی نشسته درست، تر و تمیز، مرتب، با حال. این حال خیلی مهم است، اگه حال در موسیقی نباشه بریزید دور. میفهمد چه میکند، یک آهنگی میخواند از استاد خرم که شعر اون رو استاد معینه کرمانشاهی گفتن. شما ببینید هیبت و هیئت این جمع رو، من بسیار امیدوار شدم. اولی بار دیدم یک کسی کرواتی زده و موها رو بسته و خیلی هیبت هنرمندانه من حظ بردم. البته نه که فرض کنید حالا این خیلی خیلی کامل و جامع هست و اینها، نه، اما بسیار زیباست، مجموعه بسیار بسیار جذاب و جالبیست. درود میفرستم من به این جوان، اسمش رو هم ننوشته چون که هست، لطف کنید سامان جان این ساغرم شکست ای ساغی رو پخش کنید، این واقعا دیدنی است. ببینید چه روحی خوبی و چه احوال جالبی حاکم هست بر ساز و صدای این من.
متاسفانه نامش رو نتونستم پیدا بکنم، اما بسیار شورانگیز و باحال و اجازه بدید عرض کنم که این فساد در موسیقی قبل از انقلاب شد، در واقع با عرض پوزش خدمت آقای هوشنگ ابتهاج که شاعر بسیار خوبی است و من فکر می‌کنم 400-500 سال آینده عرض کنم وقتی سخن از ادبیات این دوره بشود چند غزل از این بزرگوار جاویدان خواهد بود، اما این بزرگوار یک زاویه دیدی هم به مسکو داشت. این است که آمد بعضی هنرمندان بزرگ رو بازنشست کرد
این استاد معینی کرمانشاهی، این مرد بزرگ وطن پرست شاه، این ترانه از معینی بود. خودشون برا من گفتن، گفتن در بیمارستان بودن، یک نامه آمد از همین آقای هوشنگ ابتهاج که بعد از 20 سال یا 22 سال خدمت ما رو به افتخار بازنشستگی نائل کردن و ایشان شروع کرد از کنن که آقای ابتهاج چپیا و کمونیستا و هر کی دست به ساز داشت آورد وارد عرض کنن که این سیستم رادیو که من فکرشو بکنی ایدئولوژی رو ببری تحمیل کنی به معینی کرمانشاهی یا چند هنرمند دیگه. همین آقای هوشنگ ابتهاج گرامی، معینی با یک تأسف این حرف رو میزد که الان مطلب برمیگرده نمیدونم 40 سال پیش شد. که چپی رو معیار قرار بدید، چپ بودن رو برای عرض کنم که عرضه موسیقی و قرار این مطلب این آهنگی شدیدید، اون شخصیت محترمی که نشون میدن استاد همایون خرم هستن که از آهنگسازان بزرگ این دوره هستن. حقیقتا آهنگاشون به لحاظ زیبایی و لطافت و اصالت ایرانی کم نظیر هست. یکی از کارهای ایشان بود که فکر کنم با بانوی محترمشون بودن که دوباره هم مرتب میشون میداد. اگه شما هم این جمع رو میشناسید به ما معرفی کنید. حالا که سخن به اینجا رسید اجازه فرمایید که یک درد دلی بکنیم در باب همین داستان موسیقی. بعد از این انقلاب یک داستان عجیبی شد. اول اون که یک گروهی ضرب زن گفتن ما عرض کنم مستضعف بودیم، ما هم باید حقمون رو بگیم. یکیشون میگفت که این حبیب الله بدیعی رو باید اعدام کنن. آقا نه اون پاسبان رو، گفتم چی شده؟ گفت این آقا ما رو را نمیداد ضرب بزن، میرفت این آقای ملک که براش نمیدونم فلان چیز آماده میکرد میبرد. آقا این چه حرفیز میزنی؟ آیا شما به خوبی آقای ملک ضرب میزنی؟ از اینجور داستان ها شد. یا آقای رجبی هم پیدا شد، شروع کرد به حتاکی به استاد حسین تهرانی و اینها و این دربزن ها میدان به دست آوردن و شروع کردن کارهای عجیب غریب کردن و فراموش کردن که بابا این ضرب ساز نیست پدر جان، این ضرب ضربه، یعنی تولید صوت نمی کنه که شما باش ملودی بزنید، تولید صدا می کند. این برای نگه داشته عرض کنم مثل قلب ارکستر است و خود ضرب به تنهایی یک ساز شورانگیزی است. واقعا خوب زده بشه بعض اوقات آدم فکر می‌کنه که ساز نباشه شاید بهتره، اونقدر زیباست، مطلبی در این نیست. اما این که 15 16 نفر بنشینید دور هم این کارها و شتلق و طلوق و اینها و از ساز جلو بیفته، اینها نبوده، مقصود این نبوده. این یک مطلب. تازه از این داستان راحت شده بودیم یک شب من این تلویزیون رو باز کردم دوستی نگاه می‌کرد، دیدم که یه دنش اصلا چیزی دستشون نیست. گفتم اینا چیکار میکنن؟ گفت که اینا میخوان کنسرت بدن، سازی ندارن. که یک مرتبه ما دیدیم که 15 16 تا تشتک رفت به هوا، چه شلق و شلوقی. گفتم این ارکستر دفه، حالا بیا تماشا کن این داستان دف. بدایی در این مملکت موسیقی نبوده و استادان نبودن و نمیفهمیدن، مثل که درویش خان نمیفهمید دف چی هست و سبا نمیفهمید و وزیری نمیفهمید و خالقی نمیفهمید، حالا آقایون انقلابی میفهمن. ارکستر دف دیگه به چه معنیست آقا جان؟ بعد تو ارکستر ها دیدم دو سه تا دف هست، ضرب هم هست دیگه، از اون بدتر. این دف عزیزان، این دف یک ساز کوبه ایست، پرکاشن اینسترومنت. شما به کتاب‌های مربوط به موسیقی اگر عنایت بفرمایید سازا رو دسته‌بندی کرد. اول میگوید حلوق انسانی، عبدالقادر مراغی، یعنی حنجره انسان جزء ساز محسوب می‌شده و برترین سازها و کاملترین سازها میگفتن حلوق انسانی است که البته از رده ساز خارج شد. بعد میگفتن آلات زغات الاوتار، یعنی سازهای رشته‌ای که بر دو نوع بود البته، زغات الاوتار مطلقات و زبات الاوتار آزاد. و این زبات الاوتار مطلقات عرض کنم که یا آزاد، من اشتباه گفتم، زبات الاوتار مطلق یا آزاد و زبات الاوتار مقیدات، تقسیم بندی ساز در ایران قدیم. مقید اونهایی بودن که به قید حرکت انگشت دست چپ معمولا اون نوت به صدا در می اومد
ساز و کوک میکرد، مثل ستار. اینا ذوات الاوتار عرض کنم مقیدات هستن و ذوات الاوتار آزاد، یعنی شما ساز و کوک میکنید و بعد میزنید مثل سنتور دیگه، دست چپ کم و زیاد نمیکنه طول سیم رو، و بعد آلات ذوات النفخ میگفتم. ذوات النفخ معنی باد، مثل نی و شهنای و سیهنای و بسیار سازهای زیبا داشته اینجا، تا برسیم به سازهای عرض کنم جنگی مثل کوس و مثل کرنای و عرض کنم درای و هندی درای، رومی درای، اینا بودن. و بعد کاسات و تاسات که اینها صداهای در میآوردن، این محفظه‌ای بود توش مهره میریختن و اینها، صدای مثل صدای دایی زنگی اینها در میآوردن. بنابراین این جایگاه ضرب جایگاه خاصی بود برای همون مقصودی که این ضرب براش ساخته شده بود. و مقاله نویسی ها همه شدن استاد مقاله نویسی و اظهار نظر و اینا، اما چیزی ساخته نشد. آقا یک همچین آهنگی که آقای خوردم ساخته شد، خود گوش کردید این کمان زد و خون. و بعد یک گرفتاری سومی که اضافه شد، گذشته از اون داستان ضرب زنن محترم و اینا که میگن تنبک، که من از این واژه تنبک بسیار بدم میاد، آقا این ضربه. و موضوع دف که این دفی ساز خانقاه است بابا جان، این دف بیکاره محلی میکردن در خانقاه برای رقص سما. دف چون صداش کم عمق و رساست، در واقع زنگی هم نداره، این برای این است که این دراویش ریتمشون رو مناسب بکنن، ضربشون رو درست بگیرن. در خانقاه نواخته میشد. حدیث عشق که از حرف و صوت مستغنی است، به ناله دف و نی در خروش و ولوله بود. یعنی دف و نی اینها هر دو ساز خانقاهی هستن، به خصوص دف و نی. سازهای دیگر ممکن بود نواخته بشن مثل تنبور، اما ساز خانقاه دف و نی بود. این همه سر و صدا برای چیه؟ این داستان البته صداش هم خیلی شورانگیز خوبه، اما به جا باید استفاده میشد. اینا نشد و اینا، خب استادا که رفتن کنار همه دیگه استاد شدن. و ما که از ایران می اومدیم اینو، همه تن گرامی دو نفر اینا سمت استادی داشتن که ما میشنیدیم، استاد سبا، استاد عبادی، حتی میرزا حسین قلی رو از کنن که میرزا عبدالله رو میگفتن میرزا حسین قلی و میرزا عبدالله. بعد که ما آمدیم بیرون، هر که بعد از انقلاب سنش به 30-35 رسید، دستی به ساز داشت، به این شد استاد. یعنی اگر استادای موسیقی ایران رو ما اینجا لیست بگیریم، یه چند هزار استاد داریم، یه ترانه هم نداریم. حالا این رو ما چگونه توجیه کنیم؟ یه ترانه لولو خورخوری، یه نمیدونم گلپریجونی، یه چیزی که این مردم زمزمه بکنن. چی شد پس این همه استاد داخل ایران چیکار میکنن؟ ای بابا، کو پس این تصنیف و ترانه ها و اینا چی شد؟ هر کسی ضرب زیر بغلش گرفت و شروع کرد شعر حافظ رو به اون عرض کنن که چیزی که خودش میخواد بخوندن، گفت آهنگ ساخته. خب از بدیم به بگذاریم، این در دل من مونده بود، این داستان این دف تعجب کردم واقعا. یکی آقایی هم دیدم 40 تا سنتور رو برده بود. آقا 40 تا سنتور، یه سنتور مثل همه، این که دیگه وریتی نداری که بابا جان، که هر کدوم اینا هم یه اندازه ای داره برای خودش. خب بگذاریم، اما این جواب خیلی باحال بود. خب میفرماید که فریدون پردانش و پرفسون، مر این آرزو را نبود رهنمون. این پرفسون اینجا یعنی سیاست مدار بسیار باهوش. فریدون میگه به اون هوشیاری آرزوی مازندران نداشت، اگر شایدی بردن این ره به سر، به مردی و نام و به گنج و گوهر. میگه این کار بسیار سخت، شجاعت نیاز داشت، نام بردار و دلیری واسه می بود و به ثروت و پول احتیاج داشت، لوجستیک به قول عرض کنم که امروزی ها، اگه این کار لازم بود. منوچه کردی بدین پیش دست، نکردی بدین همت خیش پس، بدین چاره باید کنون دست، یا نهانی یکی چاره نو بساخت، یکی چاره باید نمودن بر این، که این بد بگردد ز ایران زمین. چنین گفت پس توس با مهتران
که ای رزم دیده دلاور سران، مر این بند را چاره اکنون یکیست. بسازیم و این کار دشوار نیست، هیونی تکاور بر زال سام. بباید فرستاد و دادن پیام، که گر سر به گل داری اکنون مشوی. یکی تیز کن مغز و بن مایرو گل سرشو، یعنی اگه داری سرت میشوی نشور ناشسته بیا بیرون، که بیا برسون خودت رو. یکی تیز کن مغز و بن مایرو شتاب بیا، که کار خراب هست. یک تصمیم عاجلی بایستی در باب این تصمیم کابوس کی بگیریم. بگوید ابر شاه کابوس کی، که برخیره کاری نو افکند. یعنی برخیره یعنی بیهوده افکند، که آخر پشیمانی آید از اوی. بباید کنون تیز برگاشت روی. روی برگاشتن یعنی پشت کردن، یعنی تصمیم نابخردانی گرفته که خیلی زود باز این تصمیم برگرده. مگر کو گشاید یکی پند مند، سخن بر دل شهریار بلند. بگوید که این اهرمن داد یاد، در دیو هرگز نباید گشاد. به این آقای کابوسی که بگوید که این چیزی که گفته فریفته مشو، که این اهریمن بود چنین چیز گفت و نبایستی به راه دیو رفت. مگر زالش آورد از این گفته باز، وگرنه سر آمد نشیب و فراز. این زال سمبل خرد هست در شاهنامه، خردمند ترین مردان زال زر هست، که داستان بسیار بسیار جالبی هم دارد. وقتی به دنیا آمد به واسطه سپیدی موی، پدرش ننگ داشت سام یل، گفت من چگونه این مثل پیر زنان هستیم پسر من، چگونه من این رو نشان بدهم. بردن و سیمرغ او رو بزرگ کرد. سیمرغ زال پرورده سیمرغ است. اومد دید بچه رو دید با خودش برد به آشیانه. ز کوه اندر آمد چو ابر بهار، گرفته تن زال را در کنار. خب فقط گفت که این کابوسکه ممکنه از زال پند بشنوه و این تصمیم خودش رو عوض بکنه. سخنها زهرگونه برساختند، هیونی تکاور برون تاختند. دونده همی تاخت تا نیم روز، چه آمد بر زال گیتی فروز. چنین دادش از نامداران پیام، که این نامور با گوهر پور ساب. هیون تکاور هیونان به هیزم کشیدن شدن، همه شهر ایران به دیدن شدن. در داستان آتش افروختن و عبور سیاوش سیاووش از آتش به منظور اثبات بیگناهی، هیون شطور بسیار تندرو و دونده. می فرماید دونده همی تاخت تا نیم روز، زابل رو سیستان رو میگفتن نیمروز. خدایگان خراسان نوشتی اول شعر، کجاست هند و کجا نیمروز رستم زال. عنصری نوشته است به قضایری که تعنتی بکند و نقدی بکند برو چاپلوسانه در خدمت محمود، که تو در قصیده گفتی خدایگان خراسان و آفتاب کمال خجالت نمیکشی؟ مگر نه همین پادشاه هست که صاحب هند هست و صاحب نیمروز هم هست؟ خدایگان خراسان نوشتی اول شعر، کجاست هند و کجا نیمروز رستم زال. پادشاه اونجا هم هست. باری نیمروز یعنی عرض کنم که زادگاه رستم رو، زابلستان رو نیمروز میگفتن. دونده همی تاخت تا نیمروز، چه آمد بر زال گیتی فروز. چنین دادش از نام دارن پیام، که ای نام ور با گوهر پور سام. یکی کار پیش آمد اکنون شگفت، که از دانش اندازه نتوان گرفت. بپرسیدش از رنج راه دراز، ز گردان و از رستم سرفراز. چنین گفت مر شاه را زال زر، انوشه بزی شاه پیروزگر. سرت سبز بادا تن و جان درست،
مبادا کیانی کمرگاه سست. خب وقتی رسید زال خدمت کاووس احوال پرسی کرد، چگونه آمدی، چگونه بود سفر، رستم چگونه بود، و از این گونه سخنها. زال هم با احترام پاسخ پادشاه رو میداد و دعا کرد در حق او: سرت سبز بادا، تن و جان درست، مبادا کیانی کمرگاه سست. یعنی امیدوار هستم که پایه های پادشاهی بر قوام باشد، محکم باشد. کیانی کمرگاه سست اینجا کنایه از آن هست، نه اینکه امیدوارم کمربند شل نشه، نیست معنیش. یعنی بنیان پادشاهی نیرومند باشد، همه شاد و روشن به بخت توییم، برافروخته سر به تخت توییم. از اون پس یکی داستان برگشاد، سخنهای بایسته را درگشاد. چنین گفت که ای پادشاه جهان، سزاوار تختی و تاج مهان، تو از آفریدون شه یادگار مبر راد مهر تو از روزگار. شنیدم یکی نو سخن بس گران، که شه دارد آهنگ مازندران. سخن بشنو ای نام بر شهریار، رادی یکی پند آموزگار. این آقای هیتلر هم وقتی که آهنگ مازندران کرد، یعنی آپریشن بارباروسا، حمله بهش شوروی سابق، اون هم کارش مثل کار مازندران بود. یعنی یک کشوری مثل آلمان حمله بکند به یک کشوری که شاید 50 برابر آلمان بزرگیش بود، میسر نبود اساسا گرفتن این کشور. ناپلئون هم همچین کاری کرده، میسر نیست گرفتن، میسر نبود. یک جنرال آلمانی میگوید که ما میگرفتیم، اما افق در افق زمین بود، گفتیم ما تا کجا باید بریم، مثلا این خط لوجستیک ما نمی کشید که ما بخوایم تا اون سوی روسیه بریم، نمیشد. اما هیتلر گوش نکرد. این عرض کنم اینا عبرت روزگار هست، همون گونه که کابوسکی گوش نکرد به سخن زال زر، شیفته شده بود که برد به مازندران. بله خب، بله خب، سخن بشنوی نام ور شهریار، به رادی یکی پند آموزگار. که رادی یعنی رادمرد بودن، سر خوبی و مهتریست، ز رادی فزونی و هم بهتریست. جوانی خردمند برتر منش، به گیتی ز کس نشنود سرزنش. همه سال خرم ز کردار خود، پسندیده خد، پسندیده مردم پرخرد. بدان گیتیش پیش از دان پاک، ذکردار بد نبودش ترس و باک. همینطور که میبینید ایرانی ها به اون جهان اعتقاد داشتن و اساسا طرح بهشت و جهنم طرح آشو زرتشته، رفیقمون گرفته. چون در آیین یهود که عرض کنند که مدل اصلی اسلام بوده، وجود نداره بهشت و جهنم، در تورات نیست. در آیین زرتشت هست که بهشت و جهنم هست، پل چینرد هست، همین داستان ها رو بعد عرض کنم که اتخاذ کردن و التقاطی کردن. اجازه فرمایید که موسیقی بشنویم، برمیگردیم خدمت شما تو چند دقیقه دیگه. Thank you.
درود بر شما وطنان گرامی، خواستم این شاخ گل رو به شما معرفی کنم. باران دوست گرامی از اروپا فرستادن بسته‌بندی کردن و چه زحمتی، خیلی ممنونم باران عزیز. و یک دوستی هم از کالیفرنیا یک نمیدونم چند صفحه نامه نوشتن، نامه خیلی مفصل و نامه های خیلی زیادی هست، واقعا فرصت نیست معرفی بکنم خدمت شما. سهراب که تلفن ها رو جواب میدهد از من خواستن که البته من همین رو میشنوم، اجازه لطف بفرمایید هموطنان گرامی که مرحمت میفرمایید زنگ میزنید، اگر لازم است که تلفن خودتون رو بذارید خواهش میکنم اول تلفنتون رو مرحمت کنید، چون شما یک پیام طولانی میگذارید بعد تلفنتون رو چون خود شما بلدید گمان میکنید که ما هم بلد هستیم تون میفرمایید، بنابراین ما بایستی چند بار برویم اول نوار برگردیم ببینیم شما چی فرمودید. این است که مرحمت بفرمایید تلفنتون رو ابتدا بفرمایید، کد کشور و کد شهر رو هم حتما بفرمایید، تلفن اول بعد مطلبتون رو بفرمایید، خواهش میکنم. بعض اوقات 20 بار 30 بار این مرد گوش میکنه که ببینه که این 3 هست یا این 6 هست یا این چه هست، آخرش هم بعض اوقات نمیشه. شمرده تلفنتون رو بفرمایید. بفرما قربان. الو بفرمایید. سلام بر شما قربان. بفرمایید عزیزم. تأخیر صدا هست، من تلویزیون رو ببندم. خیلی اول تشکر میکنم از برنامه خیلی خوبتون. یه چند تا نکته هست، من چون چند بار پاسم بگیرم برنامه رو نشستم بگیرم به سریع میگم. اول در مورد این خواننده جوانی که فرمودین اسمشون مصطفی مداحی هستش. بله گفتن، تلفن زده بودن گفتن آقای مداحی، من چون مطمئن نبودم صبر کردم که یک هموطنی
که میشناسن. مصطفی مدداهی الان ساکن کجا هستن؟ ساکنش رو نمیدونم دقیقا، ولی اسمشون دقیقا مصطفی مدداهی هستش همونطور که فرمودین. مرسی، حالا اگر خواستین من براتون حتما میپرسم. ممنونم از شما، خیلی خیلی لطف فرمودین. خواهش میکنم. من چند تا ایمیل هم براتون داده بودم، من اگر خونده باشین، من نفر هزارمی هم هستم که اون پیتیشن رو امضا کردم. یه دو سه تا نکته هست اگه اجازه بدین من سریع اینا رو بگم. بفرمایید عزیزم، سریع بفرمایید. یکی این که من روز اولین نماز جمعه بعد از عید بود تهران که آقای هاشمی بودن، اون آقایی که قبل از نماز جمعه داشتن یه سری سخنانی میگفتن، فرمودن که به شیعیان در واقع خطابشون این بود که نوروز شیعیان رو نوروز روزیه که اون روز آقا امام زمان ظهور میکنن. به 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 بله، اینم از در واقع روایات امام جعفر صادق که شما خیلی در برنامه‌تون ازشون یاد میکنین. گفتن من خواستم اینو ذکر کنم. یک نکته، یکی این که یه موضوعی هست که الان در تهران که من هستم و میبینم، ولی در شهرستان خبر ندارم، ولی در تهران خیلی به صورت افراد و تفرید در واقع داره انجام میشه. این شعارهای مذهبی که پشت ماشینا داره خیلی به طور افراد داره، واقعا خود مردم من ازشون توقع اینو داریم که خودشون به ملیت خودشون بیشتر احترام بذارن. یه شعاره که واقعا بعض موقع یا به نمیشه گفت خنده داره، بعض موقع گریه داره. من چند نمونه شو میخونم، حالا قضاوت به خود مردم. پشت چندی ماشین من خودم یادداشت کردم، یکی کاش زهرا قبر داشت. یکی این که یزید چرا این کارو کردی، اینا که میگم پشت ماشینا من یادداشت کردم. یکی این که همین امروز من دیدم موفقیت یعنی بیشتر بندگی کردن خدا. وای وای وای. یکی نوشته بود که موکب زهرا یا مرکب زهرا، کدوم درست داره من نمیدونم، نوشته بود موکب زهرا. موکب درسته و نوشته بود موکب زهرا. و یه سری هم که همونطور که شما میفرمایید تماما دولتی شده، یعنی اینا رو به صورت از قبل چاپ شده آماده میدن دست مردم، اللهم عجل لولی یک فرج و نمیدونم از این چیزا رو میدن و مردم مجبور میکنن که اینا رو بشه. بله شنیدم که نگه میدارن ماشینا رو و میگن که ما میخوام یه شعار خوب بنویسیم براتون و این دولتی ها هستن این چیزا رو تحمیل میکنن به مردم. این حرفای خنک بیمزه زشت احمقانه سفیهانه رو تحمیل میکنن به مردم رو ماشیناش، مردم هم که میترسن. خب یا بذاریم بنویسی شرش کنده بشه این مردک. این هست که یه هموطن دیگر به بنده گفتن که یک جاهایی هست که نگه میدن و میگن میخوایم یه شعار خوب اسلامی براتون بنویسیم، نمیتونه بگه نه که بیچاره که. بعد مخصوصا اینجور چیزا در ایام محرم خیلی زیاد میشه اصلا معلوم. و یه سری نمایندگی های بیمه هم جدیدن مثل این که باز شده، بیمه امامزاده هاشم و بیمه ابوالفضل و اینجور چیزا، اینا نمایندگی جدید بیمه هستن. وای 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 وای. و این نکاتی که تمام شد، یه سوال کوچیکی رو اگر محبت جونم بفرمایید. میگن الله آیا به نام یک بوتی بوده در اون زمان که از همه بوتا بزرگتر بوده و احترامش بیشتر بوده، حتی از لات و قبل و عزا، که یعنی الله بزرگترین بوت بوده اون زمان، این درست همچی چیزی؟ سوالتون تموم شد عزیزم. بله لطف کردین، خیلی ممنونم، خیلی مرحمت کردین، خیلی متشکرم، جواب تو خدمتتون میدم. قربانتون برم عزیزم. من نمیدونم این از کجا به اذهان راه یافت و در دهان افتاد که الله بت بوده و اینا. نه عزیزم چنین چیزی نبوده. یعنی قدیمترین نویسندگان عرب که در ارتباط با بت‌ها نوشتن، ابن کلبی از همه قدیمتر هست و به جزئیات همه بت‌ها پرداخته، چنین چیزی نیست. این الله بارها عرض کردم خدمتشون، شاید این بار دهم هست میگم، خدای نامرئی و ناشناخته اعراب بوده پیش از پیدایش اسلام که اعراب بیشتر مواقع خطر رجوع میکردن. این دهاتی ها خودمون تو سرازیر که میفته اتوبوس بودن صلوات بلند خط کن، بعد که تمام میشد که خبر صلوات نبود، جاده صاف بود، چون میترسیدن صلوات ختم میکردن. این همین کار اعراب پیش از اسلام. و عبدالله که میبینی پیش از اسم پدر پیغمبر اسلام عبدالله هست، به همین دلیل هست. الله بت نبوده عزیزان، الله بت نبوده، من ندیدم جایی.
لات و عزا، منات و هبل، اینها بزرگترین بت‌های عرب بودند، به خصوص لات و عزا. اما نه الله بت نبوده. بله، با آقای کربلایی هم باید صحبت کنیم. بفرمایید قربان، بفرمایید. سلام استاد عزیز. سلام بر شما قربان. من همین لحظه برنامه شما را نگاه میکنم. این لایف است آقای عزیز یا ایست که قبلا؟ نه نه لایف عزیزم، من خدمتون تاریخ امروز رو که گفتم. متوجه شدم حالا استاد عزیز، حالا صدایتون هم بشنم. پیش از همه میخوایم براتون درود بفرستم، درود فراوان خود را. من خودم از کشور همسایتون که امروز به نام افغانستان در سرزمین دنیا یادش میکنن هستم، خب به این نام که به هر حال باشه. یک طرف شما پیشتر در صحبتتان سخنهای فردوسی را، استاد فردوسی ما را یاد کردین و گفتین زابل، زابل سابق به نام نیمروز یاد میکردن. بله بله. شما به زابل که این طرف مرز یعنی به طرف سمت افغانستان قرار داره هم عقیده دارین یا نه؟ اون طرف افغانستان زابل خب حتما یک منطقه بوده عزیزم. نه من متوجه سوال مشاهدین مذرد میخوایم. ما فعلا دو زابل داریم، یک زابل به سمت ایران است و اون طرف جان بفرمایید. ما فعلا امروز در نقشه جغرافیایی دنیا دو زابل داریم که در بینش زابل را سرحد افغانستان و ایران تقسیم کرده، به زابل جنوبی و ببخشید به زابل شرقی و به زابل غربی. بله. زابل غربی در ایران پیدا قرار داره امروز و زابل شرقی در افغانستان. بله قبول. بفرمایید بفرمایید. و خدمتتون میخوایم عرض کنم که این زابل که در افغانستان است امروز مرکزش به نام نیمروز یاد میشه. استاد محترم برکلا، من نمیدونستم. نه پس این حرفا نردنین چون من خیلی ناراحت میشم، قلبا ناراحت میشم. شما خوب میدانید استاد عزیز، من به شما قدر باور دارم. اصلا معلوم مجاله گرفتاری شما چیه؟ چرا ناراحت هستی؟ نه اصلا ناراحت نیست استاد عزیز. ببین استاد، وقتی که من خدمتتون عرض میکنم تو برتون احترام دارم، پس شما باید اصلا این سوال رو نکنید که من ناراحت میشم. فقط میخواستم بفهمم که شما زمانی که این رو یاد میکنید براستی نمیفهمید یا ایش که در اینجا به حساب مثلا متوجه منظور شما نیستم. میذارم خدمتتون جواب بدم عزیزم. اینکه اصلا سوال شما از بن غلطه، شما سوالتون مغالطه است. بنده عرض میکنم که زادگاه رستم گفتن نیمروز. حالا شما اومدی مرزبندی کردی، بعد میگید یک جای هست به نام نیمروز. خب باشد نیمروز، چه اشکالی؟ کل استان رو میگفتن نیمروز عزیز من، نه یک شهر رو. میگوید کجاست هند و کجا نیمروز رستم زال. حالا شما اومدی خط کشیدی عزیزم و میگویی اونجا یک شهر است به نام نیمروز، بعد میگویی که شما نمیدونم چی. اصلا ربطی داشت این سخن به هم عزیز من؟ هیچ ارتباطی داشت به هم اصلا این حرفی که شما زدی؟ در اون زمان هم که افغانستانی وجود نداشت که. قربونتون برم که این صحبت از خیلی قدیمه که حتی این منطقه زابل اینا هم در شاهنامه و اساطیر مویدی ایران به حساب نمیاد. بله، به ایران نبینید زین پس مرا، در داستان رستم و سهراب، شما را زمین پر کرکس مرا، یعنی من رفتم به زابل دیگه در ایران نخواهم بود. اصلا صحبت شما نامربوط بود عزیز من. بفرمایید. علی سلام از میکنم قربان جانم. بفرمایید. جان مشیری میتونم صحبت کنم؟ بله قربون، دارین صحبت میکنید. جان مشیری خیلی خوشحالم از اینکه صدای شما رو میشنوم. من خوشحالم صدای شما رو میشنوم عزیزم. شما به هر استاد لایقی هستید که این
این دلم نمیاد بهش بگم جمهوری، این آخونده قدرتون رو نمیدونم و شما ستاره هستید در عالم بشریت امروز. مخلص شما عزیزم، بزرگواری میکنید. مشیری من از انگلیس مزاحمتون میشم، نمیدونید شما اینجا، من در نیوکاسل انگلیس زندگی میکنم و شما نمیدونید در بین ایرانی ها چه طرفداری دارید و چطور به اون سخنان هر بار شما گوش میکنم. خواهش میکنم عزیزم، مرحمت دارید، لطف میکنید شما، خواهش میکنم. جان مشیری من جمعنم. از حضورتون میدونم شما خسته هستید و وقتتون رو نمیگیرم، سوال زیاد هست، فقط یک مورد سوال منو میخواستم اگر ممکنه پاسخ بدید لطفا. خواهش میکنم عزیزم. جان مشیری سلام میکنم در مورد جز رو مد توضیح بفرمایید کاملا بر من و طریقه قرار گرفتن ما بر روی زمین و این اصلا اصولا چه اتفاقی میفته جز رو مد میشه و مخصوصا در مورد ما میخواستم استدعا بکنم توضیح کامل بفرمایید. من از تلویزیون گوش میکنم. قربان شما عزیزم، لطف کردین، متشکرم از شما، سپاسگزارم، سایتون مستدام با دوستان. قربان شما، سلام برسونید، خیلی خیلی لطف کردین. من از شما بزرگی شما رو میرسونم. شما نمیدونید، کاش میتونستید ببینید که چه طرفدارایی دارید. یا باشید. ممنونم عزیزم، خیلی مرحمت کردین، سلام خدمتشون برسونید، خیلی خیلی خوشحال شدم صدا شما رو شنیدم. خیلی ممنونم جان مشیری، زنده و شبتون بخیر. اینجا من شبم، نمیدونم اونجا شما چی هست. بله اینجا 20 دقیقه به 3 بعد از ظهر زمان تگزاس. بله اینجا دقیقا یه رو به 9 شب حدودا. قربان شما، خیلی خیلی سلام برسونید، لطف فرمودید. بزرگواری شما رو میرسونم، منتظر جواب. بله بله خدمتتون جواب میدم، قربان شما. خواهش میکنم کامل برای من باز کنید این موضوع رو. چشم. ممنونم جان مشیری، محبت میکنم، قربان شما. خدا بسید. الو، درود بر حضرت عالی. درود بر شما آقای کربلایی، امروز شما رو با تلفن در واقع کوردلس داریم. بله منم امروز سیمای زیبای شما رو نمیبینم، تلویزیونم خرابه، فقط با تلفن دارم خدمت شما عرض ادب میکنم. قربونتون برم، منتظریم صدای زیبای شما رو بشنویم آقای کربلایی. باید بگم که درود بر ابرمرد ادبیات ایران جناب زهرا مشیری. بله اختیار فکر فردوسی رو میگین. ممنونم از محبتتون، قربونتون برم آقای کربلایی. من همون دستوری که دادید چند تا خط از این داستان مازن به برمت شبایت بر ساخت رود برآورد مازندرانی سرود. به 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 که مازندران شهر ما یاد باد، همیشه برا بومش آباد باد، که در دوستانش همیشه گل است، به کوه اندرون لاله و سنبل است، هوا خوش نگار و زمین پر نگار، نه سرد و نه گرم و همیشه نوازنده بلبل به باغ اندرون، گرازنده آهو به راغ اندرون، همیشه میان نیاساید از جز به جوی، همه سال هر جای رنگ است و بوی، گلاب است گویی به جویش روان، همیشه گردد به بویش روان، دی و بهمن و آذر و فروردین همیشه پر
به به خیلی زیبا بود صدای آقای کربلاییان، قطع شد اما بسیار بسیار زیبا. خیلی ممنونم آقای کربلایی گرامی، خیلی خوب خوندین این قطعه رو مثل همه قطعاتی که میخوانید. یک تلفن دیگر هم جواب میدیم. درود بر شما، بفرمایید هموطن. درود بر شما پدر بزرگوار. به 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 غریب گرامی عزیزم، یک شعری بخوان ببینیم از اون رباعیات خودت. من خواستم یه دو بیتی بخونم تقدیم کنم به روح رضا فاضلی مرحوم. بله بله جالبه، بفرمایید. به غیر از وطن گر سپاری دلی، به مفتی به بازی و بی حاصلی. اگر نام پایندت آرزوست، قدم نه به راه رضا فاضلی. بارکلا بارکلا بارکلا، خیلی خوب بود آقای غریب. من می‌خواستم خواهش کنم، من می‌خواستم یه عرضی هم داشته باشم، اونم این که در مورد ساز دف و موسیقی اینا فرمودید. بله اگر اجازه بده من نظر خودم رو بدم. بفرمایید. خواستم بگم همونطوری که همه چیز رو به تکامل و تعالیه، موسیقی هم رو به تکامل. بله قطع شد. صدای من میاد؟ حالا صداتون اومد. بفرمایید. سریع بله. بفرمایید. وقتی زیادی نبود. بله بگو بفرمایید. بله بله. حالا ممکنه که این پیشرفت به مذاق خیلی جور در نیاد، چون مذاق دی ممکنه که اصولا با همون سیستم قدیمی یا سیستم قبلی جور باشه. دی ممکنه که با چیزی که الان به وجود اومده خوششون میاد. مثل یعنی شما یعنی میفرمایید این چیزی که بعد از انقلاب اومده چیز کاملی بوده؟ من منظورم اینه که میتونه چیز کاملی شده باشه. نه نه غریب جان دیگه ببین، شعرت خوبه، من همیشه من به ارادت دارم، ولی این یک مطلب رو شما کم لطفی نفرمایید. حالا بفرمایید صحبتتون رو تا من بعد توضیح بدم خدمت. خواهش میکنم. من میگم که اگر به من، چون خودم نوازنده دف هستم، بله نیست که من با موسیقی سنتی ایران مخالفتی داشته باشم، من خیلی هم دوست میدارم، ولی منظورم اینه که همون جور که فیلم های قبل از انقلاب اگر آدم نگاه کنه یک حال هوایی داشتن، یک مثلا فیلم های لوتیگری و داشمشتی و اینا بودن، این زمان به نظر من اون فیلم ها رو نمیپسندن. همون جور موسیقی قدیم هم جوری بوده که الان شاید ادهی نپسنده. من خودم موسیقی قدیمی خیلی دوست میدارم، ولی الان تغییراتی اتفاق افتاده که شاید با حال و هوای جامعه سازگار باشه. بله این مثلا این عبارت آخر درسته. باشه عزیزم، اگر امری دیگری نداری من توضیح هم خدمتتون بدم. بله سپاسگزارم. قربان تو برم. ممنونم از شما. بله ببینید این موسیقی یک صاحبی داشت، استادایی بودند که به لیاقت سر جاشون نشسته بودند. غریب عزیزم وقتی که این آخوندها آمدن استادا رو بیرون کردن. بیرون کردن پرویز یا حقی از صحنه موسیقی این که تکامل نیست، که بیرون کردن حبیب الله خان بدیعی و همین استاد خرمی که ملاحظه فرمودید، اگر این تکامل بوده پس آهنگاتون کو؟ کو تصنیف و ترانه ها؟ چی شد؟ اصلا خوانندگانی مشهور شدن که در زمان قدیم آقای بدیعی میگفت، آوردم پیش من خان، دیدم صداش خارج راش ندارم در رادیو، گفتم صداش مناسب نیست برای رادیو، بعد حالا شده مشهورترین خواننده. مشهورترین که نه، حالا به هر صورت این است که چون شما دف میزنی قربونتون برم، حواستون به حرف من باشه، من چی میگفتم؟ مثل اون حالا شما مطلبتون رقیق‌تر برای اون دوست افغان ما که خیلی پرت بود از مرحله. پنداری که درستن میرفته در افغانستان اونجا، و اونجا اسمش نیمروز بوده مثلا در روزگار قدیم، استدلالشون دیدیم. این است که این وضعیت موسیقی از هم پاشید، خراب شد. به نظر من چیز درستی تولید نکرد، یعنی هیچی ما نشنیدیم از داخل ایران. واقعا یه ترانه بود که شعر بهار بود، ای خطه ایران مهین ای وطن من، که این بیچاره که رفت زیر آوار، تصنیف و ترانه و اینا همه از این رفت کو؟ تکنوازیاتون کو؟ پس زندگیتون کو؟ کجا رفتن؟ آخه باید تولید داشته باشه. بایستی تولید داشته باشه. وقتی تعصب دینی میاد، غریب عزیزم، اولین قربانیش موسیقیه. آقای شماعی‌زاده مطلبی میگفت دیروز،
که قبلا اسنادش رو من داده بود، نشان داده بود، این ما زحمت کشیده، یک عمر یک خانه برای بچه‌هاش ساخته. اونجا این آقای نگیری که از جنایتکاران مشهور این رژیم هست، من تعجب میکنم این مرد راست راست داره راه میره، هیچ کسی چی بهش نمیگه، در حکم نشنوشته بود نامبرده در روزگار منحط نمیدونم پهلوی به شغل کثیف خوانندگی اشتغال داشته. تکامل چون متکامل شده موسیقی، چه چیزش متکامل شده که ما نفهمیدیم؟ خوب است این آهنگ ها، ما تا همش داریم کار قدیم پخش میکنیم از ایران، قد ما زنگ زنیم تشکر میکنن، کوین هم نوازی ها، کوین تک نوازی ها، کوین کوین ارکستراسیون، سازای فرنگی رو کردن بیرون، پیانو و این همه زحمت کشید مرحوم وزیری و خالق این سازا رو آوردن، این همه زحمت رفت روی ویولون، این همه زحمت روی پیانو از زمان قاجار. گوش کنید به این آهنگای خالقی برنامه گلها، ببین چه آهنگای تنظیم میشد، چه میزان زیبا بود، چه خوب کار برد این سازها رو میفهمیدن، سازهای ایرانی کجاست برای کنید، اینا تک متکامل شده قریب عزیزم. چون شما دفت میزنید یک مرتبه شد متکامل. این نیست که مردم ما اینا رو دوست دارن، چاره‌ای ندارن بیچاره مردم ما. خب وقت ما هم در اینجا به پایان رسید و تا برنامه دیگر که شب جمعه خواهد بود، باعث شما رو به خداوند مهربان ایران زمین بسپارم. فراموش نکنیم که امضا کنیم این پتیشن رو، لطف بکنید. میدونید که روزهای چهارشنبه ما با آقای مهری هستیم در برنامه رادیو صدای ایران در باب میرزا تقی‌خان امیرکبیر صحبت میکنیم. با سپاس از همه شما، این خواننده مصطفی مداحی بودن که خواندن این جوان، و با سپاس از دوست بسیار عزیزم آقای غریب که اینجا عرض کنم که این مشاجری هم بشود که مشاجری البته نبود اینا، حالا میخوام فکر کنم اگر شما دفت نمیزنید نمیزدید قضاوتتون چگونه بود. این آخوندها دیگه جلیل شهناز و عرض کنم که استاد کسایی رو که اینا هم دیگه زندان نکردن، اینا دیگه واقعا تجارت کشیدن دیگه، این استادا دیگه خیلی قدیم بودن و عرض کنم پایگاه خیلی وسیعی بین مردم داشتن، فرهنگ شریف رو انداختن بیرون. خب وقت ما تمام شد هموطن گرامی، خدمتتون هستم به دو دقیقه بسنده بفرمایید تا به سایر هموطنان برسیم. لطف بفرمایید زنگ می‌زنید پس تلفن اول. با سپاس از سامان گرامی، تا برنامه دیگر درود بر شما. جاوید ایران زمین، زنده باد آزادی، دور باد استبداد.